یه توافق پنهانی بین ایران و آمریکا صورت گرفته. یه توافقی که اسمشو میذارن توافق کمتر برای کمتر، less for less. و این توافق رو ما داریم از طریق نشانه‌هاش و از طریق اخبار و جزئیاتی که توی خبرها درز کرده متوجه میشیم. توافق توافقی نیست که جایی ثبت بشه و مکتوب بشه، اما توافقی که صورت گرفته. جزئیات این توافق چیه و چه جوری میتونه روی اقتصاد و زندگی ایرانی‌ها تاثیر بذاره؟ اینا چیزاییه که می‌خوایم توی این ویدیو با هم دیگه راجعش صحبت بکنیم. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. توافق ایران و غرب در قالب برجام شکل گرفت. برجام اومد که یک مشکل 15 ساله ایران رو در مورد برنامه هسته‌ای یک بار برای همیشه حل بکنه. نام برجام هم مشخصه، برنامه جامع اقدام مشترک، یعنی یک توافق جامعی صورت گرفت که یه طرف اون آمریکا بود و البته اروپا که ما آمریکا رو باید اولویت قرار بدیم و طرف دیگر اون ایران بود. حالا میگن 5 به علاوه 1، یعنی ابرقدرت‌های دنیا بودن مثل چین و روسیه، ولی ما میدونیم که عمده دعوا میان ایران و آمریکا بود. کاری ندارم که دلایل اون توافق چی بود و چه اتفاقاتی افتاد، ولی بیاین اینجا بررسی بکنیم ببینیم از نظر علمی و منطقی چرا برجام دوام نیاورد و چرا برجام از بین رفت و چرا آمریکا یک طرفه از برجام خارج شد و زد زیر همه چی. یک معامله وقتی بین دو نفر میخواد صورت بگیره باید برای دو نفر نفعی داشته باشه و این نفع هم معمولاً مرحله به مرحله باید باشه. مثلا اگر داد و ستدی هست، این دو نفر بدونن که به صورت مداوم دارن با هم کار میکنن یا یه بار معامله میکنن تموم میشه میره. نمیشه که یک نفر یک بار معامله بکنه و یک بار توی اون داد و ستد شرکت بکنه ولی طرف دیگه به صورت مداوم ازش بهره ببره. اینجوری این تفاهم، این مبادله اتفاق نمیفته. بیاریم همین رو توی برجام. برجام توی چه شرایطی بود؟ برجام اینطور بود که ایران غنی‌سازیشو بیاره پایین و بتونه با دنیا تبادل بکنه، با اروپا مبادلات تجاری گسترده داشته باشه، با همه دنیا چین و روسیه راحت بتونه کار بکنه، از لحاظ صادرات اسلحه بعد از چند سال مشکلی نداشته باشه و حتی برای واردات اون هم به مشکلی بر نخوره و بتونه راحت با کل دنیا معامله بکنه. آمریکا در ازاش چی دریافت میکرد؟ آمریکا اینکه ایران غنی سازیش رو بیاره پایین. ولی از اونجایی که هم آمریکا و هم ایران اجازه تجارت نمیدن و نمیذارن که شهروندانشون با هم تجارت بکنن از لحاظ قانونی، کاری ندارم که شهروندان این وسط چه سهمی دارن توی این تصمیم گیری، ولی همین که آمریکا و ایران این اجازه رو نمیدن باعث میشه که عملا اون تجارتی که قرار بود ایران ازش در قالب برجام بهره مند بشه بین ایران و همه کشورها باشه به جز آمریکا. آمریکا چی بود وضعیتش؟ آمریکا یه توافقی کرده بود که در ازاش ایران غنی سازیش رو بیاره پایین و بعد مرحله به مرحله بتونه از مواهب برجام بهره مند بشه. آمریکا نفعش رو همون اول میگرفت از برجام و ایران دیگه به صورت مداوم نفعش رو از این قرارداد میگرفت. و اینجا که این دو طرف اصلی دعوا بودن، آمریکا همون اول میدید که خیلی خب من این نفعمو گرفتم و بعدش سرم بیکلا موند و عملاً هیچ جوری نمیتونم از این برجام بهره ببرم، ولی نفعی که ایران میبره خیلی زیاده در طول زمان. برای همین هم سالهای اول دوام داشت ولی بعد از اون دیگه دوام نداشت. و رئیس جمهور آمریکا البته که برخلاف انتظار همپیمانهای خودش توی اروپا اون یک جانبه از برجام خارج شد. این یک جانبه از برجام خارج شدن البته تبعات سیاسی زیادی برای آمریکا داشت، اما از اون طرف ضربات مهلکی رو هم به ایران زد و اقتصاد کشور رو تا مرز فروپاشی برد، چیزی که آمریکا دوست داشت این اتفاق بیفته و همین اتفاقی که آمریکا میخواست عیناً اتفاق افتاد. و اینجا بود و این یکی از دلایل اصلی بود که برجام منحل شد. دلایل اقتصادی شو دارم بهتون میگم، این دلیلی که گفتم دلیل اقتصادی، کاملا اقتصادی و اقتصاد سیاسیه. دلایل دیگه اختلافات ایران و آمریکا روی کار اومدن، مثلا چه حزبی توی آمریکا، نمیدونم مثلا تست موشک‌های ایران و با چیزهایی که روشون می‌نوشتن، اینا رو اصلا کاری ندارم و توی دلایل نمیارم. فعلا این رو به عنوان منطقی ترین دلیل و مهمترین دلیل در نظر می‌گیریم. چرا؟ چون می‌خوایم برسیم به تفاهمی که الان ایران و آمریکا با هم انجام دادن. آمریکا که از برجام خارج شد، خب ترامپ دوره ریاست جمهوریش رو داشت طی می‌کرد. بعد از اینکه دوره ریاست جمهوری تمام شد، ایران دولت روحانی تمام تلاشش رو کرد که بتونه با دولت بایدن توافق بکنه، راه‌هایش صورت گرفت. الان خبرهای در میاد که میگن ما با توافق یه هفته فاصله داشتیم و کافی بود مثلا با یه سری تفاهمای داخلی
ما دیگه برجام رو دوباره احیا بکنیم، که اگر احیا میشد واقعا وضعیت اقتصادی خیلی بهتر بود. اما خب این اتفاق نیفتاد و برجام همچنان توی حالت کما باقی موند. تا کی؟ تا شهریور 1401 اروپا اومد به ایران گفتش که بیای توافق بکنی، شرایط فراهم شد، همه چیز آماده بود که توافق صورت بگیره. ایران نپذیرفت. چرا؟ چون دولت رئیسی از اول که اومد روی کار خیلی تمایلی به این توافق نداشت. علت اینکه تمایلی به این توافق نداشت غیر از دلایل سیاسیش، دلایل دیگری هم داره که از جمله ساختار حکمرانی یا مسائلی از جمله طرفداران نزدیک به حکومت، اینها از حالا جداگونه میتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی چیزی که بر همه مسلمه اینه که با وجودی که مذاکره میکردن ولی میخواستن خیلی زیاد امتیاز بگیرن و امتیاز زیادی ندن، یا میخواستن تضمین بگیرن، در حالی که تضمین توی توافقهای بین المللی اصلا معنا نداره. توافق بین المللی اگر پایا پای باشه، خود به خود همین پایا پای بودنه تضمینی بر تداومشه. خب این اتفاق نیفتاد، اعتراضات توی ایران شکل گرفت و بعد از اون دولت رسید به جایی که شرایط اقتصادی براش سخت بود، شرایط بودجه براش در سال 1402 سخت بود و همچنان داشت تلاش میکرد که بتونه یه توافقی، یه جوری، یه کانکشن، یه ارتباطی صورت بگیره. و الان ما از اخبار میبینیم که این توافقه نه به شکل توافق بلکه به شکل یک تفاهم، به شکل یک تفاهم شفاهی بین ایران و آمریکا صورت گرفته. گفتیم که برجام اسمش اصلا برگرفته از این عبارت برنامه جامع اقدام مشترک بود، یعنی جامع بود، همه چیز رو در بر میگرفت. اما الان برجام رو، مکانیزم ماشه رو میخوان فعال نکنن. ظاهرا توافقی که صورت گرفته اینه که ایران نره زیر فصل 7 منشور سازمان ملل و دوچار مشکلاتی نشه از اون بابت. از این طرف هم توافق شده که ایران غنی‌سازی خودش رو بیاره پایین‌تر، سطح غنی‌سازیش رو بیاره پایین‌تر و راستی آزمایش رو هم آژانس انجام بده. آمریکا گفته در ازاش چی میده به ایران؟ آمریکا گفته اجازه میده که ایران پولای بلوک شده‌اش رو بیاره و وارد کشور بکنه، باز عملاً از سویفت، از شبکه بانکی بین‌المللی بتونه استفاده بکنه. و از طرف دیگه آمریکا به ایران اجازه داده که یه مقداری بیشتر نفت بفروشه و تحریم‌های نفتیشو یکم سبک‌تر کرده، چیزی که ما داریم داخل نشانه‌ها می‌بینیم. و ایران نفتایی که روی دریا ذخیره کرده بود الان حجمشون به شدت داره کم میشه، حالا روی نمودارهای مختلف هم میشه این رو دید، و صادرات ایران هم تونسته بره بالا و توی یه سطح قابل قبولی باقی بمونه صادرات نفت ایران. و این توافق یا تفاهمی به بیان بهتر که بین ایران و آمریکا صورت گرفته، تفاهم کمتر برای کمتر. هر دوتا به کمتر قانع شدن، برای اینکه نمیخواستن شرایط از اینی که از بدتر بشه. نه آمریکا میخواست ایران به بمب اتمی به زعم اونها دست پیدا بکنه و نه ایران میخواست که شرایط اقتصادیش جوری بشه که دوباره آتش اعتراضات رو شعله ور بکنه یا مشکلات دیگه ای توی ساختار حکمرانی اقتصادی یا سیاسی به وجود بیاره. و این مسئله الان باعث شده که در واقع هر دو به یه حداقل راضی بشن، فقط برای اینکه شرایط بدتر نشه و قرار نیستش که شرایط تغییر چندانی بکنه. اما همین تفاهم کوچیک هم تأثیرش رو روی اقتصاد میذاره. اول ما باید بدونیم که وقتی این تفاهم کمتر برای کمتر صورت میگیره، برای یه بازه زمانی قابل توجهی برنامه جامع اقدام مشترک یا هر تفاهم جامعی منتفی میشه، یعنی احتمالش نزدیک میشه به صفر، نمیگم کامل منتفی میشه. پس اینو باید در نظر داشته باشیم. پس یه شرایط باثباتی رو فعلا میتونیم داشته باشیم، یعنی نه بدتر میشه نه بهتر میشه. از لحاظ ارزی اتفاقاتی میفته داخل کشور. وقتی ما صادرات نفت بیشتری داریم، از اون طرف میریم عضو بریکس میشیم، این مسئله باعث میشه که ما بتونیم تبادلهای تخاطری دو جانبه یا چند جانبه، دو کالایی یا چند کالایی رو داشته باشیم. و همین مسئله باعث میشه که فشار روی نرخ ارز کمتر بشه. فشار کمتر روی نرخ ارز باید مساوی بشه با کاهش نرخ ارز، اما احتمالاً این کاهش نرخ ارز خیلی محدود خواهد بود. چرا محدوده؟ چون همچنان تورم توی ایران بالاست و این تورم، این کاهشی که قرار بوده نرخ ارز پیدا بکنه، همین که نرخ ارز تقریباً با ثبات باقی بمونه، یعنی عملاً کاهش پیدا کرده، چون که ارزش پول ما داره کم میشه و اینجوری در واقع به هم میرسن و به یه نقطه تعادل میرسن. پس این تفاهمی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته، تفاهمیه که تأثیر نسبی روی اقتصاد ایران میذاره و باعث میشه که ما بگیم آقا همین وضعیتی که هست، میتونیم بگیم این وضعیت تقریبا تا یه سال آینده همینه،
نه بهتر میشه، نه بدتر میشه، نه رکود تشدید میشه، نه رونق آنچنانی بعد از برجام اتفاق میفته و فعلا شرایط همینه و ما میتونیم برنامه ریزی های خودمون رو بر اساس همین شرایط پیش ببریم تا در آینده ببینیم چه اتفاقاتی توی نظام سیاسی، توی اون چیزی که ما بهش میگیم نظریه بازی یا بازی بین سیاستمدارها، حالا چه اقتصادی، چه سیاسی، چه هر چیز دیگری، باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد و شرایط به چه صورت پیش میره. اگر که شرایط به نفع ایران پیش بره، شاید یه مقداری وضعیت بهتر بشه، اما من شرایط رو نسبتاً با ثبات میبینم، همونجوری که بهتون گفتم. حتما ویدیوهایی که در مورد اقتصاد درست میکنیم رو ببینید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگر این ویدیوها به درد بخور بودن، برای بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارید. دوستتون دارم. پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.